سلام بینندگان عزیز، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. شهرت رحمت الله هستم با شما. امروز 26 می و در برنامه چنین موضوع ها را داریم، متوجه باشید. نامزد انتخاباتی مهاجران برای پریزیدنتی، برگزاری همه‌پرسی برای اصلاحات قانون اساسی و پیشنهادهای دیگری رحمت الله زویروف. کارانتین اعلان کنید. دعوت 3 سازمان اجتماعی از مقامات تاجیکستان جهت پیشگیری از افزایش بیشتری کووید 19. اگر مرچگان کنند اتفاق، کمیته دولتی امنیت ملی در روشان شکست خورد. نقشه بازگردانی مهاجران تاجیک از روسیه آغاز شده است. اول کیها باید آورده شوند؟ تعطیل قرضی کمترین راه رهایی از پیامدهای ناگوار کرونا ویروس. در گذشت عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان خوجند. رحمتی الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پرزیدنت و پارلمان تاجیکستان برای اصلاح قانون انتخابات پرزیدنتی این کشور 16 پیشنهاد ارائه نموده است. از جمله پیشنهادهای زویروف این است که به مهاجران کاری تاجیک که بیرون از کشور قرار دارند نیز حق پیشبری نامزد به پرزیدنتی داده شود. زویروف گفته است به خاطر تأمین شفافیت و به طور دموکراتی دایر شدن انتخابات پرزیدنتی، نمایندگان حزب هایی که نامزدی خود را به پرزیدنتی پیشبری کرده اند شامل کمیسیون های انتخاباتی بشوند. رئیس سوسیال دموکرات های تاجیکستان اظهار داشته است قانون درباره انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان اصلاح طلب می باشد. از جمله حقوق شهروندان به خود پیشبری، مقام مهاجرت مهنتی در این انتخابات از جمله به خود پیشبری در جمع کردن امضاها، امکانیت آوازدهی الکترونی و غیره ها عموما مقرر کردن نشده است. به این ترتیب جناب زویروف پیشنهاد کرده است که 105% برای جمع آوری امضای انتخاب کننده ها تا 1% کاهش داده و حقوق مهاجران مهنتی در جمع کنی امضاها برای نامزد به وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و مکانیزم تصدیق آن در قانون انتخابات پرزیدنتی مقرر کرده شود. زویروف همچنین پیشنهاد کرده است به جای جمع آوری امضای 5% انتخاب کننده به صفت الٹرناتیوی گراوپولی در حجم 100,000 سومانی مقرر کرده شود. از پیشنهادهای دیگری زویروف برای اصلاح قانون انتخابات پرزیدنتی این است که آن احزابی که در انتخابات پارلمانی 2% از 105% امضا جمع آوری کرده اند از جمع آوری امضا در انتخابات پرزیدنتی آزاد کرده شوند. همچنین او نیز خواسته است که تا برگزاری انتخابات پرزیدنتی یک رای پرسی عمومی برای اصلاحات قانون اساسی برگزار گردد. انتخابات نوبتی پرزیدنت تاجیکستان قرار است تیر ماه سال 2020 دایر شود. پرزیدنت کنونی تاجیکستان امومالی رحمان به عنوان پیشوای ملت حق پیشبری بدون محدودیت نامزدیش را نیز به دست آورده است. همچنین سال 2016 سینی حد اقل نامزدی به پرزیدنتی را از 35 به 30 پایین آوردند و این به رستم امومالی پسر کلونی امومالی رحمان نیز حق پیشبری نامزدیش در انتخابات سال 2020 را می دهد. به نظر ناظران امور در انتخابات این سال دو سیناریای اساسی مطرح است. یا امومالی رحمان در قدرت مانده زمان ریاستش را برای 7 سال دیگر تمدید می کند و یا بجای خودش پسرش رستم امومالی را به کرسی پرزیدنتی خواهد نشاند. رستم امومالی حالا به حیث رئیس مجلس ملی رسما رهبری دویم کشور به حساب می رود. کیوی تی جی نقطه اینفو، میدیا مارکر و هیئت ابتکار مدنی کووید 19 تاجیکستان برای گرفتن پیش راه کرونا ویروس 3 سازمان اجتماعی با نشر یک بیانیه مشترک به مقامات تاجیکستان 7 پیشنهاد ارائه کردند. این سازمان های اجتماعی با توجه به افزای وهیم ساحه تندرستی در کشور و بخصوص هرچی بیشتر فراگیر شدن کرونا ویروس پیشنهاد کرده اند که در سراسر کشور قرنطینه به اصطلاح نرم جاری کرده شود و حکومت تاجیکستان خدمتگزاری های پولکی در ساحه بهداشتی کشور را موقتا بیکار کرده ماهانه دختران، پرستاران، نظافتکاران و مسئولین کمیته حالت های فوق‌العاده که در خط سرخ قرار دارند 3 مراتبه بالا برد و جبران پولی به پیوندان دختران و دیگر کارمندان ساحه بهداشت که جان خود را در این راه از دست داده اند
در حجمی نه کمتر از کشورهای همسایه معین و پرداخت نماید و همزمان حجمی جبران پولی به خانواده هایی که سرابانشان را گم کردن بالا برده شود. این سازمان ها تقاضا کردن که نماینده های جامعه شهروندی به هیئت ستاد جمهوریوی وارد کرده شوند و در زودترین فرصت برنامه گسترده مقابله با پیامدهای اقتصادی این بحران تهیه شود. در این بیانیه که تحت عنوان زمانی همبستگی سراسری در جامعه فرا رسیده است گفته می شود که آلودگی با کووید 19 اکثر منطقه های تاجیکستان را فرا گرفته و تلفات روزافزون است. ده ها هزار کارمندی ساحه بهداشت و درمان به طور شبانه روزی در خدمت مردم هستند. وزارت تندرستی از آلودگی 2929 تن به ویروسی کرونا و فوت 46 نفر از بیماری کووید 19 خبر می دهد. ولی این آماری رسمی چندان دقیق نیست. ما فعالان سه طرح اجتماعی که تای ماه های گذشته به مشاهده احوال کشور و دیدبانی یا مانیتورینگ وضعیت کرونا در تاجیکستان مشغول بودیم، با تأسف اظهار می داریم که حادثه های مرگ و میر در کشوری عزیزمان به مراتب زیاد است. این دیدبانی کمک کرده که بیش از 320 حالت فوتی همدیارانمان از این بیماری ثبت شود. تعدادی 57 تن از این موارد را دختران، پرستاران و دیگر کارمندان ساحه طب تشکیل می‌دهند که امروز دیگر در میان ما نیستند. روانشان شاد بود. طوری که می‌بینید این شماره با ارقام رسمی که ستاد دولتی ضد کرونا انتشار می‌دهد متفاوت است. مؤلفان این بیانیه که عبارت از سه سازمان اجتماعی هستند در آخر از هممیهنان دعوت کرده اند که نسبت به بحران پیش آمده و مشکلات آن به تفاوت نباشند. در این کاری خیر آنها را همراهی کرده از موردهای مرگ و میر با استفاده از ابزار پیشنهادی با خشتگ های روانشان گرامی بود و سفید پوشان جاوید نام اطلاع بدهند و به این وسیله روان جان باختگان این مصیبت را شاد سازند و یاد آنها را گرامی بدارند. کارشناسان و صاحب نظران تاجیک بر این باورند که بحران کووید 19 در تاجیکستان باعث احیا و زنده شوی نهادهای جامعه شهروندی این کشور شده است. گرچند مقامات اظهار نمی کنند، ولی در اصل خیلی از پیشنهاد و توصیه های آنها و حتی مخالفان حکومت را به اجرا درآوردند. 25 می شماره از ساکنان به غضب آمده ناحیه روشان در نزد بینای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی یک تظاهرات دایر نموده سه جوانی را که از جانب کارمندان امنیت بازداشت شده بودند آزاد کردند. در این باره سامانه اخبار با تکیه به منابعش در این منطقه خبر داده است. بنا به اطلاع منبع روز 25 می این سه نفر که یکی اش عضو سابق اتحاد نیروهای مخالفین بوده است برای تجلیل عید از خاروخ به دهه درزود ناحیه روشان آمده در اینجا از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شدند. اما یکی از این جوانان توانسته است از بازداشت فرار کرده به مردم خبر دهد و ساکنان در نزد بنای شعبه امنیت جمع شدند. منبع می نویسد که ساکنان از کارمندان امنیت طلب کرده اند که بازداشت شده ها را آزاد بکنند. کارمندان امنیت با مقصد پراکنده کردن اعتراضگران به هوا تیر خالی کردند، ولی نتوانستند ازدحام را پراکنده کنند. بنا بر نوشته اخبار از بس که شماره اعتراضگران زیاد بود، کارمندان امنیت تلاش کردند تا دو بازداشت شده باقی مانده را از بنای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی به قرارگاه نیروهای مرزبانی انتقال دهند، ولی مردم هر دو را از دست مقامات کشیده گرفتند. آنها گفتند که در بازداشت موردی لط و کوب و شکنجه قرار گرفتند. منبع خبر از این بیش قضیه را شرح نداده است. مقامات هم به طور رسمی درباره حادثه اخیر در ناحیه روشان شرح ندادند. اما روز 22 می خبرگزاری خاور درباره زخمی شدن یک سرداری شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشان سمریدین چویانوف هنگام بازداشت شرف قابیلوف نام ساکن 44 ساله دهه بروشان خبر داده بود. گفته می شود که قابیلوف با قاچاق مواد مخدر عیبدار شده و هنگام بازداشت سردار شعبه امنیت را با کارد زخمی کرده است. همه شهروندان تاجیکستان که در مرکزهای نگاهداری موقتی فدراسیه روسیه در حال بازداشت بسر می برند، مرحله به مرحله به وطن برگردانیده می شوند.
این گروهی مهاجران اساساً افرادی هستند که قرار دادگاه برای اخراجشان از روسیه صادر شده، اما با سبب قطع پروازها نتوانستند به وطن بازگردند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 25 می با نشر یک اطلاعیه گفته است بازگردانی شهروندان تاجیکستان که در روسیه درمانده‌اند بر اساس یک نقشه صورت می‌گیرد. به اطلاع سفارت در نوبت اول شهروندان به تاجیکستان فرستاده می‌شوند که در مرکزهای موقتی روسیه هستند. تای روزهای اخیر و دوام هفته جاری در موافقه با مقامات روسیه همه شهروندان تاجیکستان که در مرکزهای نگهداری موقتی ماندند به وطن برگردانیده می‌شوند. مقامات میگوید مسئله برگردانیدن شهروندان دیگر تاجیکستان از روسیه در بررسی ستاد جمهوریوی است. به گفته مقامات بازگردانی شهروندان درمانده از روسیه بیشتر به فراهم بودن جای برای قرنطینه آنها در تاجیکستان بستگی دارد. در هفته اخیر مقامات با دو پرواز ویژه ده ها شهروند اخراج شده تاجیکستان را به وطن آوردند. این تصمیم مقامات در پی نگرانی جدی این گروه مهاجران از وضع طاقت فرسای خود در بازداشتگاه ها صورت گرفت. بر اساس یک نقشه شهروندان درمانده تاجیک را از دیگر کشورهای خارجی به وطن برمیگردانند. تاجیکستان با نگرانی از احتمال سرایت کرونا ویروس پرواز هواپیماها را به قلمروش از روز 19 مارس به طور ناگهانی قطع کرد. بعد از قطع پروازها تا این وقت تنها چند پرواز مخصوص برای آوردن شهروندان تاجیکستان و انتقال کمک های بشردوستانه به کشور انجام شده است. از این لحاظ از هموطنانی در روسیه قرار داشته خواهش کرده می شود که خبرها را راجع به پروازها به سمت تاجیکستان در سامانه و دیگر ظرفیت های اینترنتی رسمی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، سفارت تاجیکستان در روسیه و شرکت های هواپیمایی پیگیری نمایند. انتقال مهاجران دپورت شده به وطن در شرایط صورت می‌گیرد که در تاجیکستان جای کار و مشغولیت برای آنها پیش بینی نشده است. امام‌علی رحمان در سال گذشته و سال جاری دو مرتبه از رئیس جمهوری روسیه خواست با امضای یک فرمان امکانیت بازگشت دپورت شده های تاجیک به روسیه را فراهم بکند. اما به نظر می‌رسد این درخواست های رحمان را همتای روسیه‌اش به انابت نمی‌گیرد. برخی از شهروندان تاجیکستان از امام‌علی رحمان اعلان تعطیل های قرضی را درخواست کردند. در یک مراجعت نامه‌ای که آنها در شبکه های اجتماعی به نشر رسانیده اند ذکر شده است که هر یک آیله در تاجیکستان به ضرر و محرومیت های زیاده دوچار شده است، زیرا هر کدام از آنها از این یا آن بانک قرض دارند. مؤلفان مراجعت نامه تاکید می‌سازند که تا پیدایش کرونا ویروس سری وقت و از روی وجدان قرضهای خود را پرداخت می‌کردند، لیکن امروز به این قادر نیستند. در شرطنامه با بانک‌ها بندی هست که در آن حالت غیر منتظره ذکر شده، در آن بانک‌ها باید شرایط مزاج را به انابت گیرند، لیکن بانک‌ها اعتراف پاندمی را همچون حالت غیر منتظره رد می‌کنند. همچنین ذکر می‌گردد که بسیار از شهروندان با پسندازهای آخرین خود قرضهای ماه اپریل را پرداخته حاضر غیر قابل پرداخت شدند. روزگاری فرزندان آیله و دستگیری والدان پیرانسالمان را به دشواری تأمین کرده ایستاده‌ایم. نزدیکان و خویشاوندان از روسیه پول نمی‌فرستند چون که در آنجا بیکارند. اما کارشناسان بر این نظرند که حکومت تاجیکستان برای این مراجعت شهروندان بعید است که مثبت پاسخ بدهد. یک تحلیلگر تاجیک گفت در حالی که کارمندان مقامات دولتی به رخصتی بیموز فرستاده شده اند، باور کردن دشوار است حکومت کدام گذشته در این مورد برای مردم بکند. اما باز همچون شهروندان این مراجعت نامه را نوشته اند، امید دارند که حکومت به مشکلی آنها رسیدگی میکند. بنا بر گزارش سامانه پیام امروز 26 می، بابایف عبدالستار، سابق رئیس بخش ناحیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو ریاست عالی این حزب در زندان خوجند در عمر 66 سالگی از دنیا درگذشت. مقامات سبب فوت بابایف عبدالستار را از بیماری قلب گفتند، اما به گفته منبع پیام مرحوم به گمان غالب از کووید 19 درگذشته است، زیرا از گرفتاریش به این ویروس چند روز پیش پیوندانش خبر داشتند.
Бобоев Абдусаттор санаи 29 октябри соли 1954 дар маҳаллаи Сари Ҳисори ҷамоати Чоркӯҳи шаҳри Исфара ба дунё омадааст. Ба ҳайси мусоҳиб дар идораи Селпо кор карда, дар кӯтоҳмуддат ба вазифаи сармуҳосибӣ расидааст. Бинобар ҳалолкориаш дар як муддати кӯтоҳ миёни мардум нуфузи бисёр пайдо намуда буд. Абдусаттор Бобоев соли 2013 узви раёсати олии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон интихоб шуда, ҳамзамон раиси бахши ҳизб дар ноҳия буд. Сентябри соли 2015, пеш аз мамнӯъ эълон шудани ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва дар ҷараёни зиндонӣ намудани даҳҳо аъзоёни ин ҳизб, ӯро низ бо иттиҳоми нигоҳ доштани 24 дона тир дар манзили шахсияш дастгир намуданд. Абдусатторро тибқи моддаи 184 банди Б ва 307 кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 11 сол равонаи зиндон карда буданд. Ҳамзамон Мулоидии Мирзо Алимзод, фарзанди яке аз маҳбусони дигари аъзои ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, Мирзо Олим Холов, ки дар зиндони рақами 3 шаҳри Хуҷанд зиндонӣ аст, хабар медиҳад. Имрӯз 26 май барои аз ҳоли падарашон огоҳ шудан ба Хуҷанд рафтанд. вале натавонистанд бо падарашон вохӯранд. Ҳатто ҳеҷ масъули ин зиндонро пайдо накарданд, ки аз вазъи падарашон бипурсанд. Ин фарзанди зиндонӣ қаблан навишта буд, ки падараш 8 рӯз боз дар зиндон бо нишонаҳои гулудард ва таби баланд бистарӣ аст. Ба навиштаи ӯ дар зиндон чунин муқаррароте мавҷуд будааст, ки рӯзҳои сешанбе ҳеҷ гуна мулоқоте сурат намегирад. Мулоиди Мирзо Алӣ менависад, ки мунтазири фардо мемонем, то ин ки аз вазъияти саломатии падараш Мирзо Олим Холов иттилое ба даст биёранд. Бо вуҷуди он ки бо сабаби интишори вируси корона аксари кишварҳои дунё барои шаҳрвандон сабукиҳо ҷорӣ кардаву кӯмакҳои пулӣ кардаанд, дар Тоҷикистон бошад сокинон аз он шикоят доранд, ки масъулон хона ба хона гашта маблағи барқу дигар хидматрасониҳоро талаб доранд. Ба қавли сокинон, дар сурати надоштани имкони пардохт, қувваи барқ ё ҳар намуди хидматрасонии дигар аз сокинон қатъ карда мешавад. Як сокини шаҳри Душанбе аз кӯчаи айнӣ мегӯяд, ҳоло дигар нонаварони хона дар Русия бекор мондаву маблағи заруриро надоранд, то пули барқро пардохт бикунанд. Масъулон хати барқи онҳоро бурида, ҳоло хонаводаи ин сокин бидуни қувваи барқ мондаанд. Қаблан дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навори нашр шуда буд, ки масъулон дар деҳаҳо ба тариқи баландкӯяк сокинонро аз манъи баргузории идгардак ҳушдор дода, ҳамзамон талаб мекунанд, ки сокинон андозҳои худро ба давлат бисупоранд. Барои пешгирӣ кардан аз бемории сироятии коронавирус, хоҳиш мандем аз хонаҳоятон берун набароед. Гигиенаи санитариро риоя намоед. Хоҳиш мандем дар рӯзи Иди Рамазон дар хонаҳоятон бо аҳли оилаатон бимонед. Идгардак ман аст. Ба исрофкорӣ роҳ надиҳед. Махсусан кӯдаконро ҷиддӣ назорат кунед. Хоҳиш мандем андозҳоятонро пардохт намоед. بینندگانی عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. مطلب و پیشنهاد عکس و نوارهایتان را با ما طریق پشتی الکترونی تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو به رقم 48519 767 404 بفرستید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.